سلام مجدد خدمت دوستان عزیز بریم سراغ ادامه پروژهمون و اضافه کردن روتینگ به این پروژه من میخوام بالا یه ناویگیشن بار داشته باشم خب میرم تو بوت بچه بچا از همین لینکی که اینجا دارم بذار من لینک جلسه قبلا بهتون بدم قبلش خب این لینک پروژه‌مون تو پایین جلسه قبل این همین لینک بوت که الان میخوام استفاده کنم یه کامپوننتی داره به نام نوار میخوام اون استفاده کنم تو این صفحه که بیاد بیاد پایین بیاد پایین ما میخوام از این استفاده کنیم این کپی اینجا رو میزنم اینو کپی میکنم خب میام توی پروژه یه کامپوننت درست میکنم به نام نوار نوار 6 خب اینو کپی میکنم اینجا آخ ببخشید اول چیزیش رو بزنم import react from react کانست نوار بعد دیتر میکنه برای ما خب اینو میزنم اینجا حالا میام درستش میکنیم الان اکسپورت دیفالت نوار خب میام اینجا منو ببندم که اینجا جا بازشه اولین کاری که باید بکنیم اینه که هر جای کلاس داریم بکنیم کلاس نیم دونه دونه این کار نمیکنم. کنترل اچ رو میزنم خب میگم به جای کلاس به کلاس نیم خب replace all داره ایناش ریپلیس میزنم شد کلاس نیم درسته هر جا تگ ای دارم میخوام بکنمش لینک یا نو لینک بهتره بکنیم نو لینک چون نو لینک نسبت به لینک یه دونه فیچر اکتیو کلاس داره که میتونیم ازش استفاده کنیم پس میام اینجا ایمپورت نو لینک حالا میام میگم که هر جا از اینا دارم اینو میبندم هر جا این کنترل اچ رو میزنم ریپلیس باز میشه میرسم بزار نو لینک ریپلیس آل خب و همچنین هر جا تگ بسته ای ایو هم دارم کنترل اچ بزار نو لینک تا یه بستش اوکی. این از اینا خب میم از بالا تا پایین دونو دونه درست کنیم یه نویگیشن بار دارم داخلش یه دون لینک اینو میرم جلوتر خب داخلش یه دون نو نوشته من این نو رو عوض میکنم اسم اپ ها میذارم مثلا میذارم پیستا موویز خب میایم باتم خب بعد یه اسپم داریم اینجا خب توی باطن کلا یه دکمه است بذارین باشه یه بذار برای اینکه زیاد تر تمیز بشه اینو چند خطیش کنیم اینجوری ببینید به این صورت میان پایین تر یه اسپم داریم اوکی این به سر جاش باشه بعد این باتمه اسفمه داخل باتمه درسته خب بسید این تب میزنم یه جلوی این اوکی میه پایین یه دیو دارم این قسمت بالاش تموم شد بیم پایین آن راستی یه چیزی اینجا اچرف رو بکنید تو بچه ها هر جایی اچرف دارم باید بکنم تو این هم بذارید یه دفعه عوض کنم به تو خب درست اینجا هم که لوگوم قرار میگیره به اسلش من رو هدایت بکنه به هم پیج هم این هم از خب. میام اینجا اینجا یه دونه دیو دارم این بالا با فلان کلپس و این درسته میام اینجا این یو رو میارم جلو به جای یو ال چی بچه ها میذارم دیو یه دیو میذارم یول نیاز ندارم خب این ال آیا میتونم بردارم خب بعد داخل دیو یه سری نولینک میذارم حالا اینو بذارمش ببرش بالا اینا تنه تمیز کنم اینجا رو خب این نولین که من یه کلاس نیم داره یه تو داره خب این همش هم بیارم پایین بذار بذار مرتب کنیم بعد اینو بریم بنویسیم بچا به نظر من یه اسپن هم گذاشتم به من کارنت میخوایم اینو نمیخوایم پس اینو کلا پاکش کنم اینم کلا پاک این پاک این پاک فقط نولین کار نگه دارید بچه اینجا خلوت شه خب این هم بیاد اینجا فیچر این هم بیاد این خط پایین درست شد خب یه تب این... دیو اینجا دارم بعد وصل شه یه دونم اینجا دارم می خیلی هم عالی حالا اولی میذارم برای موویز من هدایت کنه به اسلش موویز خب بعد میام پایین نولینک بعدی اسلش کاستومز کاستومز اسلش رنتالز منو ببره به رنتالز لمی آخری هم دیگه اضافی پاکش کن. سه تا کافیه بعد یه چندی کلاس بعد اضافه کنم چون یه سری چیزها رو پاک کردم خب این سر جاش باشه میام پایین وار لینک یه وار آیتم هم بهش اضافه میکنم خب به نو لینک هم نو آیتم و یک کلاس اکتیو هم بهش میدم خب بعد این نو آیتم رو به این پایینی هم اضافه میکنم و تقریبا همه چی تمام خیلی عمالی این اکتیو بچه بردید من اصلا نو لینک استفاده کردم که داینامیک این کار خودش انجام بده به جای تگ لینک خب دیگه چیزی نمیمونه نه فقط اینکه این بالا نو لینک آوردید لینک هم بیارید چون لینک هم استفاده کرد به جای این لوگو رو بذارید داخل لینک بچه لو لینک نیاز نداره بذارید داخل لینک حالا چیکار کنم باید این نوار رو ببرم تو کامپوننت اپ هم استفاده کنم درسته میام بالای این ببخشید تگ میل نو لینک رو میذارم فقط بذارید ایمپورتش کنم نو بار فقط اینکه شما نمیتونید دو تا چیز ریترن بکنید بعد چیکار کنیم ها کل اینو برمیدارم یه دونه ریاک فرگمنت میذارم میذارم بین این دوتا خب بریم تست کنیم اینجا رو این بالا اضافه شد خب فقط این چند تا نکته یکی این که از بالا یه فاصله داره نیا کن یه داره اینجا میبینی رنگشو یه فاصله از بالا داره اینو باید درست کنم یکی که چسبیده به این اینم باید درست کنم میام توی یه اپ CSS که نخالیه ایندکس دا سی این یه مارجین اینجا دادم این پدینگ دادم این پدینگ رو بکنم صفر تغییر نکرد درست شد یه فاصله باید بین این دوتا بدم میام میگم که توی app.js هم این نویگیشن بارم هم یه کلاس داره به نو نوبار خب این بالاترین المانشه این نوبار رو میارم اینجا یه مارجین باتن بهش میدم مثلا 20 پیکسل فکر کنم کافی باشه یه فاصله گرفت هم دیگه خیلی عمالی یه ذره دیگه فاصله شو بیشتر کنیم خیلی خوب نوزم که میکنم این از این درست این هم که میبره اسلش این کاستوم از میبره من اسلش سلش درست خب بریم سراغ قسمت بعدی کارمون میخوام چیکار کنم میخوام هر کدوم از این اسمای فیلم ها رو تبدیل کنم به یه لینک که وقتی روش کلیک میشه منو هدایت بکنه به صفحه مربوط به این فیلم اول میام کجا من اینا رو ببندم همه رو اول میرم توی موویز تیبل خب اینجا چیکار کرده بودیم ما اومده بودیم این ستون هامون رو پاس داده بودم به یه چیزی به نام تیبل ستون هایی که اینجا درست کرده بودم درسته که اولین ستون میشه همون ستون اسم فیلم ها من میخوام اینا تبدیل بشه به لینک بیام تو تیبل اول اینجا هم با ستون ها داده به تیبل هدر میریم تو تیبل هدر اینجا ستون ها چه استفاده ازشون شده اومده روش مپ زده و اینجا بچه ها یه رندر سورت آ... آیکون داره که هیچی و یه چیزی میخوام چک کنم بعد بهتون بگم به لحظه من بدید خب خب اوکی ما چیکار کردیم چند وقت پیش بذار من چیزی بیارم موویز تیبل نگاه بکنید این آخریه ما اومدیم یه کانتنت بهش اضافه کردیم خب که این کانتنت چیکار میکرد برای ما یا دکمه دیلیت رو نشون میداد یا دکمه لایک like رو دقیقا میخوام همین کار رو با این بکنم یعنی به اینم میخوام یه کانتنت اضافه کنم خب میام اینجا اینو می‌برم خط پایین لیبل هم میارم خط پایینیش خب اینجا میخوام چی اضافه کنم کانتنت میخوام لینک اضافه کنم دیگه لینک حکم کانتنت رو داره میگم که کانتنت کانتنت دو نقطه مووی یه ارو فانکشن دقیقا بچه مثل این پایینیه نکنی مثل این گوش کانتنت نکن مووی رو پاس دادم بهش مووی خب میگم لینک لینکو که بالا دارم نه ندارم بذار لینکم هم اینجا بیارم ایمپورت لینک خب میام اینجا لینک تو کجا خب میگم منو باید ببری به اسلش موویز اسلش ایدی این فیلم رو اضافه میکنم اینجا چیه بچه ها؟ همون روت پارامتری بود که داشتیم ایدی فیلم رو اضافه میکنم یعنی مووی مووی که پاس دادم بهش دات اندرسکور ایدی بعد لینک رو میبندم بین دوتا لینک هم مینویسم مووی دات تایتل خب پس این کانتنت رو اجرا میکنه تو هر ستون یک کن تبدیل شدن به لینک روش که میزنم من میبره با آیدی اون فیلمه حالا کافی از این آیدی استفاده کنم منو هدایت کنه به یک سک کامپوننت دیگه اطلاعات این فیلم رو نشون بده خب گفتم میخوام چیکار کنیم میخوام وقتی روی اینا رو این رو کلیک میشه یک کامپوننت دیگه باز بشه دیگه پس میام یه روت بعد اضافه کنم میام توی app.js این بالا یه دونه روت اضافه میکنم اوه. روت میگم اگر کسی با آدرس اس/ موویز اسلش دو نقطه آیدی کار داشت هدایتش بکن به مووی فرمی که من کامپوننش رو جلسه دو تا دسته قبل درست کردم خب و این مووی فورم هم که باید ایمپورت بکنم اینجا این هم از بریم چک کنیم تا اینجا رو من رفتم مووی فورم میام تو موویز یه فیلم دیگه مووی فورم اوکی. حالا تو این صفحه مووی فورم من میخوام این آیدیه رو نمایش بدم یه دکمه هم زیرش بذارم که من برگردونه به صفحه فیلم ها چیکار میکنم؟ میام توی مووی فور اینجا خب اینجا اول مچ رو بیاریم مچ و هیستوری چون اون پا دکمه بذارم میام اینجا در ادامه این می نویسم. یه دو نقطه هم بذارم ضرر نداره match.params.id این تا اینجا قضیه خب آیدی فیلم نشون داد و پایینش میخوام یه دونه باتن بذارم با کلاس BTN BTN primary خب و یه دونه متد آن کلیک روش تعریف میکنم میگم اگه چیز شد ببرش تو هیستوری دات پوش موبیز این دوتا رو برمیدارم میذارم توی دیو که خطاش بره اوکی و برای متنشم اینو چرا آنکلیکو این تو نوشتم آنکلیکو باید توی خود اینجا بنویسم متنش هم می‌نویسم مثلا سیف اکی. یه دکمه اینجا اضافه شد سیف و که بزنم برمیگردم اینجا خیلی عمالی خب این هم بکنید H1 اینجوری بهتره خیلی خوب این از این این هم از اضافه کردن ویژگی در حقیقت روت به پروژه همون که البته باز خیلی کار داره یعنی ما بریم جلوتر اینو بیشترش هم خواهیم کرد فعلا تا اینجا کافی بریم جلسه بعدی بحث رو ادامه میدیم فعلا خدافظی